دو مهمان داریم برای صحبت در این باره. ایرج مصداقی فعال حقوق بشر و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از استکهلم با ما هستند و داریوش سجادی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تهران به ما پیوستند. آقای سجادی با شما شروع میکنم. صحبت های آیت الله خامنه ای رو چطور ارزیابی میکنید و آیا این صحبت ها برای شما قانع کننده بود امروز؟ با سلام و عرض ادب خدمت شما سرکان خانم غلامی و بینندگان محترم و مهمان محترمتون، من برای اینکه پاسخ به پرسش شما رو بدم موظفم ابتداعا یک بک‌گراندی از مسئله بدم تا بعد به پرسش اصلی برسم. ببینید، طی دو هفته گذشته مجموعه اتفاقاتی افتاد. از ترور سردار قاسم سلیمانی شروع شد که متعاقب اون ما مواجه شدیم با حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی‌ها. تا اینجا قضیه ورق برنده در واقع از نظر افکار عمومی ایران بود، چرا که هرچند شهادت سردار سلیمانی تلخ بود برای ایرانیان، که به هر حال چون قبل از اینکه یک چهره وابسته به نظام باشن یک چهره ملی بودند و این باعث شد که تشییع جنازه ایشون یک قدرت مانور مشروعیت بالایی رو به ایران بده. اما متعاقب شلیک به هواپیمای اوکراین بود که ورق برگشت تا حدودی و یک تعدادی از نیروهای منصوب به نظام به اعتبار تعللی که در خبررسانی تو این قضیه شد دوچار شائبه شدن در این اون موفقیت اولیه تو مانور مشروعیت نظام سر مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی رو تحت دوشعا قرار داد. اما متعاقب اون من معتقدم یک جنگ بین ایران و رسانه‌های فارسی زبان شروع شد که به نوعی با اشتباهی که رسانه‌های فارسی زبان کردن جمهوری اسلامی تونست این بحران رو مدیریت کنه. به چه اعتبار؟ بعد از سقوط هواپیمای اوکراین که با 3 روز تعلل سپاه اعلام کرد که بر اساس خطای انسانی مرتکب این قضیه شده، مخالفان نظام در تهران و برخی از رسانه‌ها حرکت‌های ایذایی کردند و به ویژه اهانتی کردن به تصویر سردار قاسم سلیمانی، که این باعث شد که اون بغض اولیه‌ای که نیروهای طرفدار نظام از تعلل اعلام خبر حمله موشکی و اشتباه به حرف ما سویچ کرد و تبدیل به یک بغض ملی نسبت به این حرکت. آقای سجادی، ابهامات زیادی برای مردم ایجاد شد بعد از سقوط هواپیما و از دست رفتن جانهای در ایران و که باعث یک بحرانی شد. چقدر آیت الله خامنه ای تونست در صحبت‌های امروزش به این ابهامات بپردازه؟ اگر لطفاً در مورد صحبت‌های امروز آیت الله خامنه ای، چون وقت برنامه محدوده. عرض می‌کنم. چش. ببینید، به هر جد بعد از اینکه پروپاگاندا شد روی اون تصویری که روی اهانت شد سردار قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی موفق شد یک مانور مشروعیت مجدد بده. نماز جمعه امروز تهران قبل از اینکه محتوای صحبت های آیت الله خامنه ای مهم باشه، صفر برگزارش مهم بود، چرا که تونست یک بار دیگر با اون بسیج افکار عمومی مشروعیت مردمی نظام رو مجددا باز تولید کنه. گذشته از اینکه شما اعلام کردین که آیت الله خامنه ای در صحبت های خودشون حرف محیر العقولی نزدن، حتی حرف نوینی هم نزدن، اما صفر برگزاری این نماز جمعه با اعتبار مشارکت گسترده ای که نمازگزاران انجام دادن به نوعی یک نوع مانور مشروعیت مجدد رو برای نظام فراهم کرد. آقای مصداقی، میتونم بگم اگر بخوام تشبیه کنم، اینو یک جور بیعت رضوانی میشه تلقی که در دوران رسول الله هم شاهدش بودیم. آقای مصداقی، نظر شما چیه؟ آقای سجادی از رویداد امروز به عنوان مانور مشروعیت نظام یاد میکنن. شما فکر میکنید که اهمیت صحبت های آیت الله خامنه ای امروز چه بود و آیا تونست ابهاماتی رو که در این روزهای اخیر در جامعه به وجود آمده برطرف بکنه؟ باعث خدمتتون عرض کنم که اساساً نظام اسلامی بر خون استوار شده. از کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60، در سال 60، در دهه 60، در کشتار سال 67 که مشروعیت نظام اسلامی رو آیت الله منتظری به عنوان فقیه عالی قدر نظام زیر سوال بردن، با تظاهرات های فرمایشی از این دست. اصولاً هیچ نظامی در دنیا مشروعیت پیدا نکرده و نمیکنه. این رو ما در آلمان هیتلری هم شاهدش بودیم، این نوع مشروعیت هایی که آقای سجادی ازش صحبت میکنن.
ولی بعد تاریخ قضاوت در این مورد کرد. من فکر میکنم اگر به مخالفین نظام، به همون هایی که آقای خامنه‌ای امروز اونها رو ایرانی نمینامه، اگر به اونها اجازه بدن، امکانات دولتی نمیخواد یا امکانات در واقع مردم ایران هم نمیخواد در اختیارشون بگذارن، اگر فقط به اونها اجازه داده بشه، من فکر نمیکنم نظام جمهوری اسلامی باقی بمونه. فقط به اونها اجازه بدن یک روز بیان توی خیابون ها، من فکر نمیکنم اثری از آثار آقای خامنه‌ای و بیت آقای خامنه‌ای و آثاری از دیگر نهادهای نظام اسلامی باقی بمونه. باید توجه بکنیم که اساساً مشکلی که وجود داره به دو هفته گذشته منتهی نمیشه. این مشکل مربوط میشه به 40 سال گذشته. میدونید ما در منطقه زندگی میکردیم که هیچ مشکلی ما نداشتیم. ما نه جنگ نیابتی در اینجا داشتیم و نه بنیادگرایی داشتیم و نه تروریسم داشتیم و نه نیروهای خارجی در منطقه. میدونید در دهه 70 حتی نیروهای خارجی از منطقه خلیج فارس رفتن و ما میبینیم در سایه نکبت نظام اسلامی است که اینها میتونن بازگردن و ما میبینیم جنگ رو، تروریسم و ناامنی رو، و ما میدونیم کشور ما در واقع در کانون این بحران قرار داره و ما میدونیم که اساسا جنگی رو که حتی آقای رفسنجانی ادعا میکرد ما اگر تجربه امروز رو داشتیم این جنگ رو ما نداشتیم یا جلوش رو میگرفتیم، ما میدونیم که این رو به کشور تحمیل کردن و اتفاقا بحران آفرینی و سیاست های نظام اسلامی باعث شد که صدام حسین حمله بکنه و بعد از اون بدتر سپاه پاسداران و عملا نهادهای قدرتی که 7 سال جنگ رو به تعویق انداختن، صلح رو به تعویق انداختن، میتونستن در سال 61 صلح بکنن ولی نکردن و ما اون همه هزینه رو، میلیون ها نفر کشته و زخمی شدن از دو طرف و میدونیم میلیارد ها دلار سرمایه دو طرف از بین رفت، محیط زیست نابود شد و بعد هم شما ملاحظه میکنید جنگ های نیابتی، داعش محصول سیاست نظام اسلامی است، آقای قاسم سلیمانی مسئول تروریسم، مسئول کشتاره، آقای سلیمانی کشور رو امن نکرده، کما اینکه میبینیم با آتشبار سپاه پاسدارانی که 176 نفر به کام مرگ میرن و اونها 3 روز دروغ میگن و انکار میکنن. اجازه ما میبینیم معذرت میخوام آقای سجادی، در مورد اتفاق امروز در مورد نماز جمعه به مانور مشروعیت اشاره میکنید و به هر حال این مانور این اتفاقی تریبونی هست برای آیت الله خامنه‌ای که صحبتاشو دوباره با طرفدارانش انجام بده و یه بستری فراهم میکنه برای حضور اونها و برای نشون دادن این حضور. آیا شما فکر میکنید که مخالفان در ایران حق چنین بستری رو دارند و اونها هم میتونند زمانی رو داشته باشن برای اینکه اونها هم با عقاید خودشون در جامعه فرصت مانور داشته باشند؟ بله خواهش میکنم. من فقط یه مختصر توضیح در تو با فرمایشات آقای مصداقی بدم. ایشون اولا من قبلا یادم هست یکی از برنامه قبلی شما گفتم که اپوزیسیون خارج از کشور بنا به هر دلیل به دلیل انفصال از ایران دچار ذهنی اندیشی شده. جناب مصداقی خیلی تاکید میکنن که جمهوری اسلامی روی خون نشسته. من نمیدونم کدوم حکومتی، من در آمریکای زندگی میکنم که 700 هزار نفر رو در جنگ های شمال جنوب خود آمریکایی‌ها کشتن. در انقلاب کبیر فرانسه هم اتفاق افتاد. اینکه حالا بیایم با این سری فکت‌ها و شعارهای احساسی بخوایم اصل موضوع رو تحت شعار قرار بدیم، من فکر نمی‌کنم وافی به مراد باشه. گذشته از اون که ایشون تاکید می‌کردن که ما قبل از انقلاب هیچ مشکلی در منطقه نداشتیم. بله دقیقاً از یه جهت درست می‌فهمم، بخاطر اینکه ایران پایگاه نظامی آمریکا در دکتر نیکسون بود و به عنوان یک نیروی تحت الامر قاعدتا مشکل نمی‌واست داشت. اما در پاسخ به فرمایش شما ببینید، بله قدر مسلم در جمهوری اسلامی مخالفان هم هستن و طی 40 سال گذشته معترضان بودن و اعتراض هایم بعضا دیدین همه آبان ماه گذشته درگیری هایی داشتیم. اما باز من تاکید میکنم اینجا خلط مبحث نکنید، بحث مغلطه نیست، اما بین معترض و مقتشش کسی که احتشاش کرده تفکیک قائل بشیم. در قضیه آبان ماه ما اعتراض مدنی مردم رو دیدیم که حقشون نبود به خاطر یک تصمیم خلق الصائع و بدون مبالات دولت در افزایش قیمت بنزین که متاسفانه با شیطنت‌های مبدل به اغتشاشات شد که شهر رو به آشوب کشید. اما به هر جهت این نافیه
حق اعتراض مردم نمیتونه باشه و بخشی از جامعه به هر دلیلی، حالا چه اقتصادی، چه طبقاتی، چه معیشتی، چه سیاسی، با نظام مشکل دارن. اما مسئله اینجاست که من مشکل اصلی همینه که متاسفانه هر آینه که این اعتراضات به شکل خاص برون ریخت کنه با شیطنت خارجی رادیکالیسم پام شده و اصل اون اعتراضات تحت شعاع قرار گرفته. کمان که در آبان ماه هم حق مشروع اعتراض مردم با اون شهرآشوبی ناامن کننده به حاشیه و انزوا رفت. آقای مصداقی، امروز در خطبه های نماز جمعه به نظرتون آیت الله خامنه ای به چه صحبت هایی اشاره نکرد؟ ببینید، مشخصا ایشون مسئولیت سقوط هواپیما رو نپذیرفتن. مسئولیت با خود ایشونه. شخص آقای خامنه ای مسئول این کشدار هستش و سلسله مراتبی که در واقع در نظام اسلامی هستش. شما میدونید سپاه پاسداران، همونجوری که عرض کردم، این سپاه مطلقا مدافع منافع ملی نیست. این سپاه حتی پسوند ایرانی نداره، برخلاف اون چیزی که آقای خامنه‌ای تاکید می‌کردن منافع ملی. این سپاه تشکیل شده برای حفظ، برای بنیادگرایی و برای تروریسم و همون چیزی که قاسم سلیمانی سمبلش بود و عملاً به دنبال تفرقه در منطقه. باید توجه کنیم این مسئولیت آقای خامنه‌ای است. چیزی که مشخصه هنوز نمی‌دونست چجوری با این مسئله برخورد کنه، چون فشارهای بین‌المللی هست، چون اسناد و مدارک که بعد از این بیشتر رو خواهد شد. عملا خامنه ای امکان این رو نداشت که بتونه بیشتر روی این مانور بده. فقط توی چند جمله در واقع به این مسئله پرداخت. مسئله بعدی به مسئله آبان، 1500 نفر رو کشتن، 1500 نفری که حتی در واقع نظام اسلامی در طول چند ماه گذشته شما ملاحظه میکنید تاکید کردن که ما در صدد تفکیک هستیم. هنوز این مشخص نشده این تفکیک به کجا میانجامه. شما فکرشو بکنید، هنوز اینها تفکیک نکردن که در سال 88 چند نفر رو کشتن. هنوز اینها تفکیک نکردن که در سال 67 چند نفر رو قتل عام کردن. هنوز اینها تفکیک نکردن که در دهه 60 چند نفر رو کشتن. ببینید این نظام، یا حتی در سال 96 تفکیک نکردن چند نفر رو کشتن. آقای خامنه‌ای تنها باری نیست که دلش به درد اومده. ایشون در حتی خوابگاه دانشجویی هم گفت من دلم به درد اومد، اما دیدیم که این دانشجوها بودن که به زندان رفتن، نه کسانی که به دانشگاه حمله کرده بودن، نه کسانی که دانشجوها رو از بالای پشت بوم پایین انداخته بودن. ببینید آقای خامنه‌ای در سال 88 هم گفتن جریحه‌دار شده از اینکه دوباره به مردم حمله شده. دروغ میگه آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای شعبده بازه. آقای خامنه‌ای در واقع به دنبال فریبکاری، فریب افکار عمومی و فریب نیروها و اساسا ایشون دوچار توهم بزرگی است. ببینید قاسم سلیمانی جانش رو از دست داد به خاطر اینکه اسیر توهمات خامنه‌ای بود. او فکر می‌کرد امریکا جرأت نمی‌کنه. او فکر می‌کرد زورو یا رامبوی اسلامی است. او فکر می‌کرد همه در هراس به سر می‌برن، وگرنه کسی به این ترتیب وارد فرودگاه رسمی، اونم با هواپیمای مسافرتی، نمیشه. کسی که اسمش تو لیست تروریستی امریکا بوده، مانند ابوبکر بغدادی، مانند ابو مصعب زرقاوی، مانند بن لادن، اینها ببینید این فقط و فقط ناشی از ذهنیته. او فکر میکرد که میشینه تو هواپیما، آقا گفتن و بعد وجعلنا من بین ایدیهم سدا من خلفهم سدا فخشیناهم فهم لا یبصرون، میخونه هیچ کی دیگه نمیبینتش یا جرأت نمیکنه او رو ببینه. این مشکل نظام اسلامی است. تو صحبت امروز آقای خامنه‌ای هم بود، کشور رو با بحران مواجه میکنن، با جنگ مواجه میکنن، با خرابی مواجه میکنن. هر کسی که در نظام اسلامی هست در مقابل خامنه‌ای نمیش آشوبه، نمی ایسته، خروج نمیکنه، مسئول همه اون چیزی است که در آینده در کشور ما اتفاق. اجازه بدید آقای سجادی، در ابتدای صحبتاتون در مورد حرف آیت الله خامنه ای گفتید که ایشون حرف محیرالعقولی نزدن، حرفی خیلی متفاوتی با گذشته نزدن. یکی از برداشتی که از صحبتهای امروز آیت الله خامنه ای شده این هست که کشور در یک شرایط بنبست سیاسی هست و آقای خامنه ای با صحبتهاشون نشون دادن که راهکاری خیلی مشخصی برای بیرون رفتن از این بنبست نیست به غیر از همون مانورهای سیاسی برای نشون دادن مشروعیت خودشون. من ابتداعا به آقای مصداقی بگم نفس عمیق بکشم، خیلی هیجان زده صحبت میکنن. این بحث بحث کارشناسی، نیاز دیده عصبانیت نداره. گذشته از اون که در رابطه با قاسم سلیمانی، ببینید واقعیت امر جامعه مشخص میکنه. ایشون میگن آقای قاسم سلیمانی به عنوان یک تروریست معرفی میکنن. بنده در ایرانی بودم که در تشییع جنازه ایشون حضور میلیونی و اقبال میلیونی به پیکر ایشون رو دیدم، تا جایی که آقای اردشیر زادی که با هیچ سریش به جمهوری اسلامی نمیچسبه ازشون تقدیر کرد تا آقای محمود دولت آبادی. بنابراین یه مقدار در اطلاق انتصاب ها
محافظه کاری بکنن بهتره گذشته از آن که معتقدن که جمهوری اسلامی برخورد کرده. من لازم نیست تکرار کنم ولی متاسفانه مجبور میشم. در 1997 که سیاه‌پوستان لس آنجلس شورش کردن، مگه پلیس لس آنجلس تعرف کرد 78 نفر در جا کش. اما نمیخوام بگم حالا مشروعیت بدم جز، اما دیگه باید چیکار میکردن؟ وقتی جمهوری اسلامی رسما سپاه اطلاعیه داد مسئولیت شلیک و پذیرفته، یعنی چی دیگه؟ باید چیکار دیگه باید بیفته؟ گذشته از آن که در پاسخ به فرمایش شما خانم غلامی، ببینید آیت الله خامنه‌ای تاکید روی بنبست نداشت، اتفاقا وقتی تصریح کردن و تاکید کردن به محور مقاومت و اصرار داشتن روی تقویت قدرت ایران، چه از حیث اقتصادی چه از حیث نظامی و اون مشارکت، و بخصوص تاکیدی که رو انتخابات داشتن، معید این قضیه بود که آیت الله خامنه‌ای کماکان راهکارها رو داخلی می‌بینن از طریق انتخابات و مشروعیت. حالا اینکه حالا این مشروعیت مردمی رو بتونیم افزایش بدیم بستگی به زیرکی حکومت داره که بتونه از فرصت انتخابات پیش رو بهره ببره، با باز کردن پرانتز اقبال بیشتری نشون بده برای کاندیداهای بیشتر، از این طریق بتونن راهکارهای داخلی رو مشارکت بدن برای حل بنبست‌های موجود. و فکر میکنید که آقای سجادی چقدر میتونه که شرایط رو صحبت‌های آقای خامنه‌ای عوض بکنه؟ ببینید اگه خودتون، من چون داشتم به برنامه شما رو از صبح نگاه میکردم، برآورد داشته باشین تو فضاهای مجازی تأثیرش رو حداقل بین نیروهای حامی نظام گذاشتین. نیروهای حامی نظام همونطور که عرض کردم بعد از ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی، خب یک مقدار دچار دلچرکنی شده بودن، اما با اتفاقاتی که تایی چند روز گذشته افتاد، به خصوص اون اشتباهی که یه سری جوان در پارک کردن عکس حسین سلیمانی کردن و اشتباه بزرگتری که در رسانه خارجی اینو پروپاگاندا کردن و مشارکت گسترده‌ای که امروز در نماز جمعه داشتن، این یک مقدار بسیار زیادی التیام داد نیروهای حامی نظام رو. از اینجا به بعدش برمیگرد به اون اقشار خاکستری که من معتقدم قوه عاقله نظام برای فرایند استقبال بیشتر انتخابات، اون اقشار خاکستری هم از طریق باز کردن پرانتز انتخابات و صلاحیت کاندیداها میتونه مجدداً به پای صندوق رای بکشونه. آقای مصداقی شما چه فکر میکنید؟ صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای آیا التیام بود و یا ادامه وضع موجود؟ قبل از هر چیز باز خدمت رو عرض کنم برای جناب سجادی، کشته شدن 1500 نفر، 176 نفر مثل آب خوردن هم فکران ایشون در تلویزیون هم مطرح میکردن مسئله نیست، 10 تا از این هواپیما هم انگار که به کوه خورده، مشخصه برای اینها که اساساً شما من قضاوت نکنید، من خودم صحبت میکنم، زبانم من صحبت من اجازه بفهم کنم، ادب حکم میکنه. قبل از هر چیز ایشون در سخلاقی میدادن، ادب حکم میکنه، من در مقابل صحبت های ایشون سکوت کردم، الان فرصت منه، ایشون باید سکوت کنن. غیر از که بایستی خدمتتون عرض کنم جناب سجادی، من فکر میکنم این همه از جنایات امریکا در نمی جنگ های شمال و جنوب و همچنین در لس آنجلس گفتن چرا سده هست ام القرای اسلام رو ترک کردن و به دامان شیطان بزرگ در واقع پناه بردن، این به یه مسئله. ولی مسئله بعدی مشخصه که این زخم پاشیدن به این نمک پاشیدن به زخم مردم، این نمک پاشیدن به زخم در واقع داغدارانی هست، این در واقع به نظر من به نوعی اعلام جنگ، این یعنی خون و خونریزی بیشتر، و این یعنی خامنه‌ای آمادگی داره برای انهدام کشور، خامنه‌ای آمادگی داره برای نابودی ایران و ایرانی، خطرات بزرگ ایران رو تهدید می‌کنه. ما میدونیم که کشورهای در واقع اروپایی به دنبال در واقع فعال کردن مکانیزم ماشه هستند. این به شورای امنیت خواهد رفت احیانا اگر نظام اسلامی عقب نشینی نکنه در 3 ماه آینده. مشخصا بهای سنگین اونو مردم و محرومین کشورمون میپردازن، و این چیزیست که به نظر من بایستی بهش توجه بکنیم و مسئولیت دارن همه اون کسانی که از این نظام حمایت میکنن، همه اون کسانی که سعی میکنن در واقع از این سیاستهای جنایتکارانه دفاع کنن، مسئولن در قبال آنچه که ایران و ایرانی رو تهدید میکنه و تا همین جا هم کرده. خون همین 176 نفر به دستان اونها هم هست، همه خونهایی که در این نظام ریخته شده به دستان اونها هم هست، اونها مسئولن. ببینید امروز به سادگی و با خونسردی و یک هواپیما رو به عمد میزنن، 2 موشک شلیک کردن، روز اول میگفتن یکی، امروز مجبور شدن بپذیرن 2 تا زدن، و بعد
میدونید دروغ‌هایی که آقای حاجی زاده میگه در هر نظامی در دنیا بود، هر نظامی در دنیا بود او را از کار برکنار میکردن. ببینید و مسئولیت میپذیرفتن. شما میبینید نظام مجبوره که حتی در ساده ترین امور دروغ بگه، مثل خود خامنه ای که از صبح تا شام او مشغول دروغگویی است، آمار غیر واقعی میدن و عملا شما میبینید مردم دارن فقر رو میبینن، فحشا رو میبینن، تبعیض رو میبینن، ناامنی رو میبینن، ولی اینها کشور رو در واقع میگن در ناز و نعمت و سعادت ما داریم جلو. آقای سجادی، شکافی که بین نظرات هست فقط بین شما دو مهمان برنامه اینجا نیست، در ایران هم ما این شکاف رو میبینیم و شاید خیلی ها فکر میکنن که صدای اونها از تریبونی مثل تریبونی که آقای خامنه ای به خودش اختصاص میده هیچ وقت قرار نیست شنیده بشه. نه ببینید، اولا شکاف نظری نیست. جناب آقای مستاقی اومدن و گفتن که بنده و امثال بنده از کشته شدن افراد هم دلچرکی نمیشیم بلکه خوشحالم شدیم. نه ببینید آقای مستاقی، وقتی من جلوی دوربین تلویزیون بی بی سی یا شما میشینیم، اینجا در قامت یک کارشناس میشینیم و کارشناس مثل پزشک قانونیه. در پزشک قانونی وقتی جسد رو تحویل پزشک میدن، بر سر جسد بیتابی نمیکنه، بلکه به صورت کاملا کارشناسی آناتومیک میکنه. بنده از کشته شدن یک نفر هم ناراحت میشم، اما در بیرون از حوزه سیاست، اینجا وظیفه من و شما نگاه کارشناسان است. بنابراین میخوام صحبتتون رو اصلاح کنم. من متوجه هستم شما از چه خواستگاه سیاسی هستین و طبیعتاً بر اساس اون خواستگاه سیاسی قیز دارین از جمهوری اسلامی، مشکلی هم ندارم با قیز شما، اما اجازه بدین توهین به شعور مخاطب نکنیم. مخاطب از من و شما بعض کارشناسی میخواد و از این جهت هم است که من معتقدم که از الفاظ وصفی بعد اجتناب بشه در بحث کارشناسی. متشکرم از شما داریش سجادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران، و همینطور ایرج مستاقی، فعال حقوق بشر و تحلیلگر مسائل سیاسی از استکهلم با ما.